نزدیک به دو هفته به آغاز روند پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری مانده است، اما دسته های انتخاباتی برای ایجاد یک ائتلاف می کشند. هدف اصلی این تفاهمات است که چگونه می توانیم انتخابات شفاف داشته باشیم و به هر قیمتی که می شود در برابر تقلب استاده شویم. د ټاکنو د شفافیت، د ټاکنیزو چارو د اصلاح او همدارنګه د غیر قانوني کړنو چې حکومت د ټاکنو پر مهال باندې په هغې باندې لاس پورې کوي، د هغې د مخنیوي په موخه باندې په ځینو مواردو باندې بحث شوی. برای رعایت یک سلسله اصول، جلوگیری سوی استفاده اشرف غنی از امکانات دولتی و شفافیت انتخابات هم کار است. من فکر میکنم این شدنی است و ما با بسیار از تیکت های دیگه ای که خواسته باشه هم این همکاری رو میتوانیم. اگر منظور این باشه که این سه تا تیکت ادغام میشه و به یک تیکت تبدیل میشه، فعلا چون این بحثی وجود نداره در عمل. اما تلاش های صلح و احتمال رسیدن به توافق صلح تا 1.5 ماه آینده احتمال برگزاری انتخابات را نیز کمرنگ تر ساخته است. اولویت آمریکایی ها صلح است. آقای پومپیو آمد در کابل گفت که تا اول سپتامبر باید به صلح برسیم. اگر این اولویت عملیشون بنابراین انتخابات به تاخیر میفته به صورت طبیعی، و اما اگر این نشوه خود نمیشه که ما انتخابات هم نداشته باشیم. پیش از این زلمه خلیلزاد گفته است که اگر پیش از انتخابات توافق درباره برنامه سیاسی به دست آید، این توافق حاکم خواهد بود. اما اگر موافقت سر پلان سیاسی پیش از اون شود، ما امیدوارتیم در اول سپتامبر تا اول سپتامبر صورت بگیرد، خود اونمو حاکم میکنیم. اما سخنگوی رئیس جمهور میگوید که ادعاهای دسته‌های انتخاباتی درباره سوء استفاده صلاحیتی رئیس جمهور به دور از حقیقت است و بر بنیاد قانون اساسی رئیس جمهور برای پیشبرد امور کشور دست به چنین اقداماتی میزند.